به نام خدا به عرض سلام و درود بر شما بیننده های شبکه جهانی افغانستان و برنامه پرداز خوش آمدین. همیشه یک پرسش مطرح می شد در افغانستان که آمریکا به دراز مدت در افغانستان آمده و هیچ وقت به این زودی ها از افغانستان بیرون نخواهد شد، که بالاخره بعد از 20 سال حضور نظامی و 18 ماه مذاکرات با طالبان، آقای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که بالاخره در ماه سپتامبر، زمانی که بالای افغانستان حمله کرده بودند، دوباره از افغانستان خارج می شوند. حالا پرسش‌هایی که وجود دارند، دلیل اصلی حضور آمریکا در افغانستان چی بود؟ چی چیز باعث 20 سال حضور آمریکا در افغانستان شد؟ آیا آمریکا به اهداف خود در افغانستان رسیده؟ چرا افغانستان در حضور آمریکا بی‌ثبات‌ترین کشور دنیا معرفی شد؟ در نهایت سرنوشت افغانستان بعد از آمریکا چه خواهد شد؟ مهمان من در برنامه سید جلال کریم، سفیر پیشین افغانستان در سعودی از خط اسکای با ما وصل هستند. جناب کریم صاحب، بسیار خوش آمدین به برنامه. تشکر شما. سلامت باشین. جناب سفیر صاحب، نخستین پرسش آغاز میکنم، به خاطر چی آمریکا به افغانستان آمد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به بینندگان تلویزیون شما. ما شما میفهمیم که حادثه 11 سپتامبر سبب اساسی داخل شدن قواهای خارجی آمریکا و ناتو در افغانستان بود، و همچنان شاید پلان داخل شدن قواهای خارجی در افغانستان حتی قبل از 11 سپتامبر نظر ما شاید گرفته شده باشد، نظر به اهمیت جیوپولیتیکی افغانستان در منطقه و شرایطی که در منطقه در وقت بودک و خواستار ایالات متحده آمریکا که یک پایگاه نظامی قوی و یک پایگاه استخباراتی قوی در منطقه داشته باشد. درست. آیا این پرسش در ذهن شما خطور میکرد؟ بعض از پیشبینوها همین بود که آمریکا به دراز مدت به افغانستان آمده و نمیخواد که به زودی از افغانستان برود. در رابطه با مسئله ژئوپلیتیک که در اینجا چالشگر روسیه هست، چین است، ایران یکی از کشورهایی هست که این کشورها یک چالشگر بزرگ به ایالات متحده آمریکا هست. فکر میکردین جناب سفیر صاحب که واقعا آمریکا این گونه تصمیم بگیره که یک بار دیگر در 11 سپتامبر از افغانستان خروج خود اعلان بکنه؟ اولا باید با شما ببینیم که 20 سال وجود یک مملکت ابرقدرت دنیا در یک منطقه وقت کوتاهی نیست، اما فکر کنم که پلان های ایالات متحده آمریکا و حلفاش از اینکه اضافه تر بود. اما خارج شدن قواهای خارجی از افغانستان چندین اسباب مختلف دارد. اولا یک جنگ بسیار با تکلیفه بزرگ به ایالات متحده آمریکا بود. ما شما میفهمیم که در راپور که واتسون انستیتیوت نوشته کرده، 2.26 تریلیون دلار مصرف جنگ ایالات متحده آمریکا بوده. درست. و این بسیار یک مصرف بسیار گزاف بود از نگاه نظر مالی. از نگاه نظر عسکری ما شما میبینیم که ایالات متحده آمریکا 2442 عسکرش در افغانستان کشته شده، و این یک بسیار یک قیمت گزاف است برای وجود یک قوای خارجی در مملکت. همچنان از نگاه نظر جامعه مدنی، ایالات متحده آمریکا هم جامعه مدنیشان وجود قوای آمریکا را در افغانستان حمایت نکردند، به دلیل اینکه تعداد 241 هزار شخص در افغانستان کشته شده، که از او جمله 71 هزار دی مردمای بیگناه بودند و 2400ش قوای خود ایالات متحده آمریکا بود، و 78000 اضافه‌تر از 78000 قواهای عسکری پلیس و اردوی ملی افغانستان بودند، و تقریبا 80 تا 85000 نفر از مخالفین آمریکا و دولت افغانستان در این جنگ کشته شد. پس 241000 بسیار قیمت بزرگ است که در یک جنگ پرداخته شد، و خروج قواهای آمریکا از افغانستان یک خروج عادی نبود، بلکه شرایط به طور یعنی فشار آورده شده که امریکا تصمیم نهایی خود به خروج از افغانستان بگیره. درست است. جناب سفیر صاحب، حالا فکر میکنین که آمریکا بعد از حضور 20 ساله یا 19 سال در افغانستان که 18 ماه مذاکره کرد بالاخره با طالبان و جنگ طاقت فرسایم که شما گفتین هزینه های بزرگ به ایالات متحده آمریکا داشت، حالا شما به این باور هستین که بالاخره آمریکا در افغانستان شکست خورده؟
از نظر ببینیم که از نظر کی ما شما ایره یعنی صحبت میکنیم. اگر ما شما نظر طالبا ایره ببینیم، خود طالبا رسما اعلان کردن که بله ما آمریکا را شکست دادیم و ما پیروز شدیم. یه نگاه نظر طالبا است. اما اگر نظر خود آمریکا رو ببینیم، آمریکا هم میگه که به مصطلح انگلیسیشن میشن اکامپلیشد و ما به سبب که آمده بودیم به افغانستان ما خارج میشیم. طبعا حتی از نگاه نظر امریکایی ها همچنان ما شما از دو نظر میتونیم ببینیم، از نگاه نظر قوای عسکریشان و از نگاه نظر سیاسی شان. فاگر نگاه نظر قوای عسکریشان میگن که میشن اکامپلیشت است، با وجود اینکه میخواین که اضافه تر در افغانستان باشن، اما تصمیم سیاسی و تکلیف بسیار بزرگ جنگ مجبور شدن که خارج شوند. و نگاه نظر دولت افغانستان، اگر ما شما من نظر بگیریم، خود دولت افغانستان میخواه که امریکایی در افغانستان باشن و نگاه نظر گفته نمیشه که امریکایی شکست خورده. درست است. حالا یک مسئله دیگرم پیش میایه که چی چیزی حالا باعث شد که در افغانستان 19 سال یا 20 سال در افغانستان امریکا بمانه و گیر بمانه؟ اگر مسئله خروج بود خب قبلا هم خارج میشد، چرا به این درازا کشوانیده شد که حالا میخواهند تصمیم گرفتن که از افغانستان بیرون شوند؟ تنها مسئله تروریسم بود یا مسائل دیگر هم هست، یا حکومت افغانستان، طالبان، یا بازیگران منطقوی که با آمریکا یک چالشگر هستند؟ طبعا در موضوع وجود قوای خارجی به این قدر وقت که در افغانستان است، بسیار یعنی عوامل زیادی وجود داره. منطقه خودش جیوپولیتیکلی ما شما اگه ببینیم، امریکا مصلحت وجود داشته که در اینجا میخواست از خاطر چشم بالای ایران داشته باشه، چشم بالای پاکستان باشه و همچنان چین و همچنان روسیه، و از این خاطر دستگاه های استخباراتی و امکانات که در افغانستان وجود داشت در یکی از جمله بزرگترین دستگاه های ایالات متحده امریکا در منطقه بوده. پس ما شما میبینیم که شرایط جامعه جهانی نسبتا تغییر کرده و در منطقه فعلا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا توازن عسکری، توازن اقتصادی همچنان مد نظر گرفته میشه و این تغییرات آمده که آمریکا یعنی دیدن که وجودشان در افغانستان به او اندازه که اونا توقع داشتن که برایشان فایده برسه، فایده نمیرسه و نظر به زمین خارج شدن. اما ای که طالبا مذاکرات که طبعا باید آمریکا با یک ترتیب خارج میشد که یک خروج با شرف برشان باشد، و مثل که دکتر سب خلیلزاد خودش گفتن که ما به افغانستان که داخل شدیم بدون موافقه کس داخل شدیم و همچنان بدون موافقه کس خارج میشیم. اما تفاهم نامه یا توافق نامه که با طالبان امضا کردن برشان یک خروج با عزت تا یک دک چطور که یعنی قواهایشان بدون از اینکه خساری در اضافه تر و همچنان یک پروسه صلح حرکه برای آینده افغانستان باز کردن، این یک دستاورد بود که میتونه امریکا در آخر ایر اعلان کنه که یعنی ما با وجود قواهای خود میکشیم و یک پروسه صلح را در داخل افغانستان هم شروع کنیم. درست است. شما دو بودی صحبت کردین از نگاه روی کرده طالبانیزم در افغانستان، خب امریکا شکست خورده. از نگاه خود امریکایی ها که اونا محاسبه میکنن که بالاخره حضورشان دستاورد داشته. حالا یک پرسش مهم دیگر هم که مطرح است در سطح جهانی که چرا در حضور 20 ساله امریکا در افغانستان، افغانستان نامترین کشور دنیا معرفی شده، و از طرف دیگر هم آیا به اهداف خود آمریکا رسیده در افغانستان؟ اون اهدافی که آمده بود، چون حالا افغانستان نام نیست، بدتر از گذشته. ما شما باید ببینیم که چرا به این حالت ما شما رسیدیم. اولا افغانستان، دولت افغانستان خودش و مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان همچنان مسئول است در این حالتی که ما رسیدیم. وجود با وجودی که هیچ کس در یک جامعه خوش نداره که قوای خارجی در افغانستان باشه و در مملکتش باشه، و هیچ کس خوش نداره که قوای خارجی تمام صلاحیت‌های کامل زمین و آسمان به دستش باشه، اما اگر دولت افغانستان امکانات خوب می داشت و رهبریت مناسب می کردن، باید از امکانات مالی و پولی و نظامی ایالات متحده آمریکا به شکل مناسب استفاده می شد. اما متاسفانه که نشد. ما شما میبینیم سیستک ما شما یک اردو تهیه شده، اما فعلا اردوی ما شما اکثریت سلاح اردوی ما شما سلاح خفیف است. بله. پلیس ما شما
یک پلیس که داریم پلیس خوب است، اما متاسفانه که مشکلاتی ما شما میبینیم که تمام نقاط افغانستان امنیت برقرار نیست. و این خودش همچنان از ضعف مدیریت رهبری داخل افغانستان هم نشان میده که ما افغان ها نتونستیم که از امکانات پولی و نظامی و عسکری به طور مناسب استفاده کنیم. اما این که ایالات متحده آمریکا به مقصدش رسیدک یا نرسیدک، من که ما شما گفتم پیشتر که دایی یعنی فرق میکنه که از کدام نظر ما شما میبینیم. از نگاه نظر خود ایالات متحده آمریکا اعلان کردن، جو بایدن اعلان کرد که بله ما به مو هدف که رفته بودیم ما رسیدیم و آل وقت خارج شدن قوای خارجی است. از نظر مملکت های منطقه و طالبا و دیگران نه، اونا نرسیدن. درست جناب سفیر صاحب، اگر یکم مکس یکم مقایسه هم صحبت بکنیم، آیا در گذشته هم این گونه شد که در مقابل اتحاد شوروی هم جهاد اعلان شد، بالاخره اتحاد شوروی در افغانستان شکست خورد که مهمترین مسائل اقتصادی بود که شما در رابطه با مسائل اقتصادی هم گفتین، آیا این دو کشور یا دو ابر قدرت به همین مشکل مواجه شدن در افغانستان یا نه متفاوت از آمریکا از شوروی سابق؟ طبعا موضوعات اقتصادی بسیار رول مهمی را داره و اگر ما شما مقایسه کنیم در وقتی که قوای شوروی در افغانستان داخل شد، یک تعداد افغان ها یعنی حمایت قوای شوروی را داشتن و در مقابل جهاد اعلان شد و جنگ شد و با همکاری بعد مملکت های جهان و مملکت های همسایه قوای خارجی از افغانستان خارج شدن و یکی از اسباب اساسیش تلفات بسیار زیاد عسکری بود و همچنان مهمتر از این وجود اقتصادی مصارف اقتصادی گزاف جنگ بود. در طبعا به نظر ایالات به نظر که وقتی ما شما با موضوع ایالات متحده آمریکا ببینیم، طبعا تکلیفی جنگ به ایالات متحده آمریکا چندین بار اضافه تر از تکلیفی روسیه بود، به دلیل از اینکه آمریکا مستقیما با افغانستان سرحد نداره و همه امکاناتی که امریکا بیاره باید از خارج بیاید و از رای پاکستان و دیگه مملکت های جنگ و از رای تیاره و یا بحر برسه. فای خودش تکلیف جنگ به اندازه زیاد بلند برده. در این وقت ما شما اگر ببینیم که در داخل افغانستان نظر به عدد 78,000 وقتی که 71,000 بیگناه کشته میشه، این مردم طبعا به یه موادار ساخته که مردم همچنان در مقابل وجود اینا احساس آرامی نکنه و طالبا جنگ را که در مقابل ایالات متحده آمریکا شروع کردن یک یعنی بسیار یک تلفات عسکری آمریکا همچنان 2442 عسکر بسیار زیاد است. اما از اینکه ما شما اگر ببینیم که آمریکا تخصیص بودجه که به نظر صحی که داده تقریبا 400 میلیارد دلار بودجه صحی برای عسکرای آمریکا که در افغانستان بودن و زخمی شدن و اینا، بسیار یک بودجه بسیار بزرگ است. فما عوامل بسیار مختلف وجود داره، اما ما خوش هستیم فعلا که در نهایت قوهای خارجی از افغانستان خارج میشن و نه درست جناب سفیر، حالا فکر میکنین که به سرنوشت شوروی مواجه میشه آمریکا، چون افغانستان بود که شوروی را به یک سرنوشت بد قرار داد؟ من میخواستم همین را بگویم که حالا در وضعیت خوبتری هست یا واقعا مشابه یا بدتر از اتحاد شوروی آمریکا؟ شرایط فرق میکنه. یعنی ایالات متحده آمریکا یک ابرقدرت اقتصادی جهان است و یک فعلا از نگاه نظر اقتصادی همچنان ابرقدرت بزرگ است و از نگاه نظر عسکری شاید در نزدیک ها در 5 سال یا 6 سال آینده چین از نگاه نظر اقتصادی بتونه که از آمریکا که پیشتر شود بحث ابرقدرت جهان اقتصادی، اما در وقت حاضر فعلا آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان است و بزرگترین ابرقدرت جهان از نگاه نظر عسکری است و مسائل با روسیه فرق میکنه. بسیار خوب جناب سفیر صاحب، شما هم که سفیر در عربستان سعودی بودید، حالا پاکستان، روسیه، ایران و هندوستان نمیخوان که امارات اسلامی دوباره در افغانستان حاکم شود. عربستان سعودی چه فکر میکنه در رابطه با جنگ افغانستان و این هژمونیک بودن هم طالبان در افغانستان و جنگشان؟ طرفدار طالبان هست که برگردن یا نه خیر این جمهوریت را حمایت میکنن؟ عربستان سعودی همیشه یک فضای آرام و یک دولت مستقر در افغانستان حمایت کرده و
حمایت میکنم و هر چیزی که در اون مصلحت ملت افغانستان باشه و مردم افغانستان باشه و یک صلح دوامدار در افغانستان بیاره، ما امیدوار هستیم که عربستان سعودی از او حمایت کنه. در وقتی که من سفیر افغانستان بودم، مقامات عربستان سعودی از پروسه صلح افغانستان، خادم الحرمین شریفان پادشاه عربستان و همچنان امام حرمین همشان حمایت کردن و از آتش بسته که در وقت شده بود تنها حمایت کردن و همیشه میگن که ما آماده هر نوع کمک برای یک افغانستان مستقر و یک افغانستانی که در او همه افغان ها خود ببینه ما آماده هستیم و ما مثال امیدوار هستیم که همیشه عربستان سعودی یک رول مثبت بازی کرده و ان شاء الله که رول مثبت ان شاء الله هم در آینده بازی خواهد. جناب سفیر صاحب، یک مسئله مهمه که با شما در میان میگذارم، طالبان چقدر طرفدار دارد در افغانستان؟ آیا واقعا مانند گذشته که جهاد میشود که طرفداران هم در داخل و هم در خارج و هم زمینه مساعد بود که از مجاهدین طرفداری شود در مقابل اتحاد شوروی، حالا بستر فراهم است ما طالبان که برگردن؟ ما شما میبینیم که یعنی مثل که جامعه جهانی میگه و ما شما افغان ها میگیم که طالب ها جد ملت افغانستان هستن و ما همیشه ایگه بگفتم از 20 سال گذشته تا کاندید انتخابات ریاست جمهوری هم بودم، ما گفته بودم که افغان در افغانستان صلح آمده نمیتونه تا همه افغان ها دو اشتراک کنه. ای که چه کدام گروه کی چقدر محبوبیت داره، ایره ما شما در آینده در ادرای انتخابات و ادرای میتونیم که ببینیم که کی چقدر محبوبیت داره، اما جزء ملت افغانستان هستن، در آینده افغانستان باید اشتراک داشته باشن و یگانه راه آرامی و صلح در افغانستان تفاهم و اتفاق و از خودگذری که همه ملت افغانستان دو اشتراک کنه، چی طالب باشه، چی دولت باشه، چی سیاسیون افغانستان باشه، چی جامعه مدنی افغانستان باشه، خانما، جوانا، فامیلای شهدا، همگی باید در آینده افغانستان خود ببینند. درست. حالا فکر میکنین چنین شده؟ طالبان جامعه پذیر شدن؟ چون حالا گفتن در هیچ نشستی که مرتبط به افغانستان باشه شرکت نمیکنیم. آمریکا توافقنامه دوحه را نقض کرده و حتی احتمال اینم داره در وقت خروج آمریکا بالایشان حمله هم خواهد شد، چون دست بازی دارن. این آمریکا بود که زیر قول خود زدم. در این شرایط چه فکر میکنین که واقعا فکر نمیکنین که چانس کمی دارن طالبان با این دیدی که دارن، یا واقعا طالبان برتر از اون هستن که حرف میزنن؟ ما و شما وقتی که صحبت میکنیم از تفاهم و قبول یکی دیگر، باید به فقط صحبت نکنیم که طالبا قبول میکنن و یا مردم قبول میکنن، باید همه ما و شما قابل قبول با هم دیگر باشیم و همه ما شما باید تاریخ یک طرف بانیم و با آینده باید ما شما متوجه شویم. طبعا در سیاست و در جنگ و در مذاکرات یک سلسله چیزهای وجود داره که هر کس قوت خود رو نشان میده. فعلا یک توافق نامه امضا شده. من شخصا فکر میکنم که یعنی شرایط به طور آمده که طالبا خود به حرکت سیاسی و حرکت عسکری مطرح کردن در جامعه جهانی و تقریبا قابل قبول جامعه جهانی هم. پوزش میخواهیم جناب سفیر صاحب، حالا میدانین که میگن که توافقنامه را دیگر نقض کردن، دیگر چیزی نمونده که ما پیش برویم، این مثلا نگران کننده نیست جناب کریم صاحب؟ ببینیم که ایالات متحده آمریکا در توافقنامه وعده کرده بودند که 7000 بندی دیگه طالبان را هم رها میکنن و همچنان رهبرای طالبان را از لیست سیاه دور میکنن. ما شما 4 ماه دیگه هم وقت است و من فکر کنم که کارهای سیاسی بسیار به شدت جریان داره و شرایط به طور هست که فکر کنم که طالبا اشتراک میکنن. جناب کریم صاحب، حالا گفته میشود که در پشت پرده مذاکرات زیادی و صحبت های زیاد شده با طالبان که این همین مدت تمدید شود، ولی طالبان هیچگاه نپذیرفتند که بالاخره جو بایدن 11 سپتامبر اعلان کرد که او را نقض توافقنامه را طالبان میدانند. خب چگونه باید طالبان اعتماد بکنند که واقعا این تاریخی که اعلان شده آمریکا حتما یا 100% از افغانستان بیرون می شود، اون تاریخی که سازمان ملل تایید کرده بود و 30 کشور جهان تایید کرده بود بیرون نشد؟ ما شما میبینید که در این مسئله رول دولت افغانستان هم بسیار رول بازی کرده بود. دولت افغانستان در آمریکا بسیار لابی کرد و بسیار کوشش کرد که وجود قوهای خارجی را در افغانستان از اضافه تر بسازد. اما
نهایت در نهایت تصمیم به این شد که خارج شوند. و اگر متوجه باشیم که آمریکا یا حتی جو بایدن یعنی اعلان کرد که از تاریخ یکمی شروع میکنند قوای خارجی را، و ما امیدوار هستیم که انشالله این سبب از این نشه که چالش ها زیاد شوه و دوباره جنگ شوه. ما نمیخواهیم که دوباره افغانستان به مشکلات اضافه تر مواجه شوه، و انشالله که کنفرانس ترکیه و یا کنفرانس های دیگه که برای آوردن صلح تحت چتر ملل متحد آماده خواهد شد افغانستان به یک صلح دائمی برساند. درست است جناب کریم صاحب، با کدام ایستارها می شود که یک بار دیگر طالبان بالای امریکا اعتماد بکنند؟ مسئله مهم همینجاست که حالا طالبان نه بالای این حکومت اعتماد داره و نه بالای امریکا. همیشه در مذاکره یعنی اکثریت توافقنامه‌ای که در جهان امضا شده 100% تطبیق نشده. فما شما تا بال از 80% اضافه تر 70% تطابق دیدیم، و طالبان دستاوردهای بزرگ داشتن در این توافقنامه. من فکر کنم که امید دستاوردها شاید اجازه بده که بدون از اینکه اعلان رسمی شود از طرف زنا و بدون از اینکه اینا یعنی قبول رسمی کنن، اما فکر کنم که به اون حالتی که ما شما را دوباره به جنگ برسانن نمیرسیم. درسته جناب سفیر صاحب، شما وقتی باراک اوباما که سربازان در افغانستان بیشتر از 100 هزار ساخت او را به یاد دارین، و بعد از آن که کاهش داد گفت دیگر ما با طالب جگه جنگ نداریم، مسئله داخلی مردم افغانستان است که جنگ ها در افغانستان افزایش پیدا کرد که بالاخره حضور آمریکا دراز مدت شد که تا این 20 سال حالا که تاریخ دیگر اعلان می شود. چه فکر میکنین اگر این بار حالا تاریخ اعلان شد یک بار دیگر هم جنگ ها به اندازی افزایش پیدا بکنه که دیگر جهان تحمل نبکنه، یک بار دیگر حضور آمریکا در افغانستان محتمل شود، این فرضیه وجود داره؟ فکر کنم که این فرضیه در این وعده امکان نداره، به دلیل از اینکه شرایط جامعه جهانی فرق داره. ایالات متحده آمریکا یک رئیس جمهور نو داره، حزب دموکرات ها میخواد که در منطقه نسبتا ثبات ببینن، و یک اجماع منطقوی و اجماع بین المللی، اجماع منطقوی چین، روسیه، پاکستان، ایران همگی متفق هستند، با حتی هند هم متفق هستند که آمریکایی ها یعنی خروجشان به ثبات و استقرار منطقه شاید کمک کنه. فکر نکنیم که ما شما دوباره به اضافه شدن قوای خارجی در افغانستان ببینیم، و ما شما به یاد ما باشه که در وعده باراک اوباما یک توافقنامه امضا نشده بود، و حال یک توافقنامه امضا شده و یک چتر بین المللی وجود داره. درسته. بله جناب سفیر صاحب، به عنوان پرسش جنبندی میخوام از شما بپرسم، آیا فکر میکنین که میان طالبان و حکومت افغانستان بازی برد برد صورت بگیره که بالاخره هر دو طرف نفع ببرن، یا همون بازی های ریالیستی باشد که بازی با حاصل جمع صفر یک طرف باید حتما ببازد؟ بالاخره در این شرایط فکر میکنین که اگر در خطرناکترین شرایط افغانستان قرار بگیره ما بریم به طرف جنگ داخلی؟ ما شما اگر حقایق صحبت کنیم، صلح و جنگ هر دوش به دست ملت افغانستان و مردم افغانستان است. صلح به دست فعلا به دست دولت افغانستان است که اگر دولت افغانستان آماده قبول یک حکومت همه شموله که همه افغانها خود دو ببینه، یک حکومت جدید، و اگر قربانی بتن آماده دی قربانی باشن، فما شما آماده انشاءالله که میبینیم که افغانستان به طرف یک صلح، به طرف یک آرامی و طرف ثبات بره. اما اگر دولت افغانستان آماده قربانی نباشه و آماده دی نباشه که یک حکومت همه شمول جدید که همه افغان ها، طالبان، دولت، سیاسیون و جامعه مدنی افغانستان دو خود ببینه و کوشش کنه که حمایت مملکت های زی دخل منطقه رو بگیره، و ما و شما شاید بله امکان زیاد داره که افغانستان رو ببینیم که به یک جنگ داخلی دوم باز بریم. و در این مسئله رول مملکت های منطقه همچنان بسیار مهم است که اگر مملکت های منطقه ببینند که در افغانستان بس است، حال وقت رفاه اقتصادی است، میتونه که افغانستان به حیث ربط اقتصادی بین جنوب آسیا و آسیا میانه استفاده شود، و همچنان بعد مملکت های همسایه ما شما ببینه که مفاد اقتصادی افغانستان برایشان در این وقت بهتر است از این کمک های ملیشیا سازی و سلاد کردن و یعنی افغانستان به یک بمبش بردن، و فکر کنم که انشاءالله آرامی میایه. یه به دست خود دولت افغانستان و به دست طالب هسته که باید از خود گذاری کنن. سپاسگزار هستم از جناب سید جلال کریم، سفیر پیشین افغانستان در سعودی که از خط اسکای با ما وصل بودین. خیلی ممنون هستیم از حضور شما جناب کریم سید. تشکر از شما برادر. بیننده های محترم از شما سپاسگزار هستیم. تا این دم بیننده برنامه پرداز شبکه جهانی افغانستان بودین. تا برنامه بعد خدا نگهدار.